سلام عرض میکنم جناب شیوانی عزیز. درس پنجم را آغاز می‌نماییم. اولا درس چهارم که یک چند جمله هایی که در زیر ویدیو نوشته بودم در درس چهارم ترجمه آنها را با شما میفهمانم. این شما باید را ترجمه کردید، عین حال ترجمه شو بینید و اگر ترجمه من میکرده با ترجمه شما موافقت کند پس این درست ترجمه کرده. Hello friends. سلام دوستان. How are you? شما چخیل؟ We are fine. ما خوب هستیم. We are fine. یعنی ما خوب هستیم. What's your name? نام شما چی است؟ My name is فخردین. نام من فخردین است. فخردین is my friend. فخردین دوستی من است. He is from دوشنبه. وای از دوشنبه است. اکبر, open the door. اکبر, در رو کشو. Don't close the door. در رو نپوش. اکبر opens the door. اکبر در رو کشد. یعنی یا که اکبر opens the door. اکبر در رو میکشوید. I am at store. من در مغازه میموشم. علی, سادی, let's go to the store. علی, سادی, بیایید به مغازه میرویم. No, we don't go to the store. We go to school. نه, ما به مغازه نمیرویم. ما به مکتب میرویم. یعنی این ترجمه جمله های درسی چهارم بود. این هم درسی پنجم خود رو شروع میکنیم. یعنی با نوشتن چون این کلمه ها یعنی درس رو که یعنی کس پس بیستوری این ها خب دکتر، تیچر، یعنی دکتر، معلم، دانشجو، طلبه. خب حاضر یک جمله ترتیب میدهیم. حتما این کلمه ها رو نویسته گیرید، میتونید در پاوز مونید و این کلمه ها رو نویسید. خب دکتر، دکتر، تیچر، معلم، ستودنت، دانشجو، پیوپل، طلبه، years old یعنی ساله، یعنی مقصد چند ساله. من ده ساله می باشم، من بیست ساله می باشم، تو چند ساله می باشم، یعنی همون ساله شده نظر داره. سال live زندگی کردن، study خوندن، یعنی آموختن، خوندن آموختن. many بسیار. father father. خب این چونی هم father هم میگم، father father. خب father پدر. در این سطر mother مادر، brother برادر، uncle عمک تقو. یعنی در زبان تاجیکی، در زبان تاجیکی ما مثال اگر از طرف پدر باشد ما عمک میگویم، از طرف مادر تقو. در زبان اینها هر دو یعنی یک است، همچون که در زبان روسی مثال دیادیا هم عمک هم تقو رو هر دو رو دیادیا میگویم. خب در زبان انگلیسی هم همچون uncle یعنی هم عمک هم تقو. sister sister در ما مثال هست خواهر هست، اپا یعنی اپا کلون یعنی خواهر. خب شاید این هم در لهجه ها باشد، در ادبیات تاجیک حتما خواهر نمیشته باشد. در زبان انگلیسی همچون زبان روسی یعنی سیسترا، سیستر هم اپا هم خواهر در نظر دارد، یعنی older sister باشه مثل خواهر کلان، elder یا که younger خواهری خورده در نظر. مثال من این حال از روی یکم کتاب یعنی درس را زود نکرده استودم، یعنی با همون گرافیک ترتیب داده خود یعنی درس گفته استودم، برای که حتما آسان باشد، فهما باشد. خب این حال تفتصیف رو توضیح میکنم و میگذاریم اسمی ترجمه کردنی یک چند جمله و شماره های زبانی هم نیسی یک چند سوال ها آمه ایسان. خب مثال یعنی کم معلومات در برای شماره های زبانی هم نیسی دیگه. خب باید دارم رقم ها رو همه شما میدونید، مثال حاضر تا ده. خب یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. خب یک دو. خب سر میکنیم هم که 11 11. انگلیش نومرانس یعنی در میتونید در اینترنت در گوگل
پلیس دی در اونجا یعنی چند کدام رقم چی خونده چی نوشته میشه، شاید یعنی مو وقت خود رو بسیار در برای که شما از هر کجا بتونید یعنی سرچک ماهی زیاد دارن در برای سرک نمیتونید. خب در شماره زبان انگلیسی چی رو خود فهموندن میخواستم، یعنی پسوند اس رو در ایست، یعنی پسوند اس رو من در فعل در شما فهموندم، مثال در ورب، ورب فعل، نام نام ایست، یعنی فعل حرکت، وقتی در حرکت اشیا بیاید یعنی در فعل بیاد، این معنای سیم شخص رو در نظر برده، یعنی چیکاری کرده است در سیم شخص، و مثال دیلبر میرود، دیلبر میرود، یعنی ولیکن اگر در اسم بیاد، یعنی اسم چی؟ روچکا مثال، روچکا دوستکا مثال، لیبوس کورتا، هر چیزی که مثلا اشیا است، پردمت است، در اسم بیاد مثال، یعنی در اسم و این کلمه معنای هو، یعنی روچکا، روچکا هو، یعنی شکل بسیاری اشیا و پردمت رو، اشیا و پردمت رو در نظر دارم. مثال مثال I have a pen. یعنی گفته شده است که من روچکا دارم. اما که پس یعنی آرتیکل ای رو دیدید، مثال I have a pen، همین علاقه آرتیکل ای پیش از ایست، یعنی ای علاقه معنی تنها بودن چیز رو دارم، یعنی توپ توپ تنها بودن اشیا رو دارم. یعنی I have a pen، من روچکا دارم، یعنی میشه گفته که من یک روچکا دارم. مثال دامش My friend، یعنی در این جمله My friend has three pens، یعنی یک پسوند اس اضافه کرده، یعنی وقتی که اشیا از یک زیاد شد ما پسوند اس اضافه کنیم. مثال علاقه که از یک زیاد شد 3، یعنی سه. My friend has three pens، یورای من سه روچکا دارد، یعنی علاقه سه یعنی از یک زیاد شد، شماره تنها رو گذاشت، شماره جمع است، برای همین پسوند اس اضافه کرده می شود. خب در اینجا اگر چیزی نفهمون است باید دارم، چون که یعنی در اس او دی کرده بگیم، در اس پسند اس همراه شد، معنی زیاد بودنی همون اشیا رو، قدمت رو در نظر دارد، یعنی شکل جمع بودن اشیا. خب بودین این کلمه دو غیران نشوید، یعنی در اولو اینی یعنی بگینر بفهمان که کلمه دو چی من دارد. کلمه دو همین به همین هم where you live، شما در کجا زندگی میکنید، کجا که شما زندگی میکنید. کلمه دو ایلوه میکنید، یعنی این جمله معنیش این که جمله سوالی کرده ایسا داست، Where do you live؟ مثال You go to school every day، تو هر روز با مکتب میروی. You go to school، تو با مکتب میروی. پیش از you do you میمونه، این علاقه سوالی بودن جمله رو میفهمونه. Do you go to school، تو با مکتب میروی. مثال You have a pen، تو روچکا داری. Do you have a pen، تروشکا داری، یعنی سوال. اما پیش از جانشین که اومد معنای سوالی کردن، یعنی پرسیدن، سوال دادن جمله را دادن. Where do you live؟ live در خب درسی رو دیدن هسته بنام در اینجا live زندگی کردن میشد. Where در کجا؟ شما در کجا زندگی میکنید؟ Where do you live؟ What's your father؟ خب خوبش نمیستم What are you؟ What چی are you؟ یعنی شما چی هستید؟ خوبترش منطقا ترجمه کنید، شما کی هستید؟ یعنی شما اگر دانشجو باشید بگید من دانشجو هستم، شما معلم باشید معلم، یعنی همین چیز رو در نظر دارد. بجای اگر you بیسو What is your father؟ پدر شما چی کار است؟ یعنی پدر شما چی کار بودن شد در نظر دارد؟ پدر شما کی است؟ مادر شما کی است؟ خب What are you؟ دیده شده چی ایواز شد، یعنی what are you در کلمه you شما are استفاده بوده میشه، یعنی شما کی هستید یا کی می باشید. خب وقتی پدر شد یعنی یک شخص در نظر دارن، what is استفاده بوده میشه، what is your father یعنی پدر شما کی است، یعنی کی می باشید، کی است، یعنی این یک شخص هست، همین هم یک شخص هست، ولی که اونها چنانی گفتن شما گفتن، یعنی به شخص مراجعه میکنم، یعنی شما کی هستید.
خب برای همین عرب استفاده برده شد در یکم جمعه. خب what's your father؟ خب یعنی سوال های چه به زمین رسیدیم به زبای مخصوصی عمومی، یعنی باید در برای خود کمی معلومات داده تانه حاضر بینید. What is your name؟ نام شما چی است؟ How old are you؟ شما چند سال هستید؟ Where do you live؟ شما در کجا زندگی میکنید؟ خب یک سوال دیگه می‌نویسیم. Where are you from؟ شما از کجا هستید؟ خب یعنی Where are you from؟ شما از کجا هستید؟ Where do you live؟ شما در کجا زندگی میکنید؟ What are you؟ شما کی هستید؟ What is your father؟ پدر شما کی است؟ خب یعنی حاضر تختصیف رو پاک میکنیم و میگذاریم به نامتی جواب دادن همین سوال ها. یعنی جواب دادن این سوال ها رو میتونم گفته که حاضر همچون یک متن، همچون یک توپیک، یک تکست مینویسیم که در آنجا همه همین سوال ها جواب ها شده افتن ممکنیم. خب سر میتونیم شروع میکنیم. یعنی حاضر یک تکست ترتیب میدیم، یعنی متن ترتیب میدیم که در اونجا همه همون کلمه هایی که در آیه به همین درس بود، یعنی در سر شای درس با شما نشان داده دادم، در همینجا همه همون کلمه هایی اشتراک میکنم، یعنی ترجمه میکنیم و همون از این میکنیم. فقط هم بعض هم جاده شما صبح میخوره مزه، مثال هم تو مدر میگم، بعضی جاده مدر، یعنی مدر. I have mother, father, my brothers. یعنی برادرهای من. یعنی دیده ایسید که پس فرد ایس اومده ایسید از در اینجا، یعنی شماره جمع رو در نظر دارد، یعنی برادرهای من، my brothers، برادرهای من، my friends، جوراهای من، یعنی پس فرد ایس در ایس اومد و شکل جمع رو در نظر دارد. my brothers are My name is Ali. نامی من علی. نامی من علی است. I am 20 years old. یعنی من 20 این یعنی 20 میشود. 20 خانم بیست. یعنی من 20 ساله میباشم. یعنی 20 ساله میباشم. I am 20 years old. I am from Tajikistan. من از تاجیکستان میباشم. I live in Moscow. من در مسکو زندگی میکنم. خب live زندگی کردن میشود، یعنی من در مسکو زندگی میکنم. I am a student. من دانشجو میباشم. I have mother, father, sister and two brothers. من پدر، مادر، پدر، خواهر و دو برادر دارم، یعنی have داشتم، من دارم، من مادر، پدر، خواهر و دو برادر دارم. my father is a teacher. پدری خب my father، پدری من teacher، معلم است، یعنی پدری من معلم میباشد. my sister is a pupil and my brothers are student. خب خواهر من طلبه است، یعنی پیوپل طلبه به فیلم که نمیسته بودم در اول درس. خواهر من طلبه می باشد و برادرانم، یعنی اگر شماره جمع در نظر دارم، و برادرهایم دانشجو می باشند، یکی دانشجو هستم. خب این ها کلمه هایی که ما مقصد، یعنی هایی در اینجا از نویستگی همون استفاده نبوده، کلمه هایی انکل یعنی تبا، امک. شما می توانید همچون، یعنی my uncle is a teacher، اما که من معلم است، مثال my father is a teacher and my uncle is a doctor. پدر من معلم است و امکم یعنی دکتر است، یا که تبایم دکتر است. و همچون اون کلمه های یعنی ساده رو می توانید گذاشتن جمعه های خود رو ترتیب دهید. و این چونین ما کدام کلمه ها رو نکسته، یعنی دکتر یوگو. خب years old، یعنی برای سوالی که شما میتونید همچنان پرسان شاید کسی را hello what's your name، خب اون میگوید نام خود را. How old are you، یعنی شما چند سال هستید، یا که همچنان شما را پرسان how old are you، شما میگوید I am. مثال بجای این چنانی گفتم شما در آمده حتما شماره ها را کابید از اینترنت دشوار نیست، انگلیش نومر هست.
خب مثلا اگر شما 16 باشید یا که 20 باشید یا که 30 باشید، تمام همین یعنی شماره همین جمله ایواز میکنید، تمام. مثلا I am اگر 10 باشید 10 years old، من 10 ساله میباشم. مثلا شما اگر از تاجیکستان از یکم دولت دیگر هستید، مثلا از ازبکستان یا که از امریکا، I am from America یا که United States، I live in Moscow یا که I live in هر شهری که هر جایی که شما میخواید بگذارید. یعنی من حاضر نمونه ای که جمله ترتیب دهی رو خوب نوشتم، شما میتوانید یعنی با فهمیش و ذهن خود یعنی کلمه های دیگر رو ایلوه کرده جمله رو تغییر دهید. مثال I have a brother, my brother's name is so کرامیدین. So my brother's name. خب یک چیز دیگر رو میفهمونم. So my name, his name, her name. So نامی من، نامی وی، نامی او. خب مثال از این دوستگاه رو پرو میکنم. حتما نایسته گرید. چنانی تری با کنم آنجا بیاکتیم. خب یعنی در زبان انگلیسی انمین رو یعنی یک خط از بالا و حرف اس یعنی این اپوستریف اس میگم. یعنی این چه معنی داشته میتونه؟ این میتونه معنی is داشته باشد، یعنی کتاب میشه که کتاب is است، یعنی my father's friend. یعنی اپوستریف اس همین دو کلمه هست، کلمه که بعد این اسمه که یعنی اسمه که بعد همین جانشین میوید، بعد همین کلمه میوید، این رو با این علاقمند میکنند. مثلا چه علاقمند؟ یعنی تعلق داشتن دیوم اسم رو با اسم یکم میفهمونند. یعنی my father's friend، friend جورا، father، پدر، پدری من جورا. یعنی این کلمه هیچ معنی ندارد. یعنی این دو کلمه چه علاقمند هست؟ جورای پدری من، یعنی دوستی پدری من. my father's name، دوستی پدری من. یا که my father's friend، دوستی پدری من. یعنی my friends دوستان من میشن، لیکن در اینجا بینید که چیز اپوستریف یعنی با سر اپوستریف اس نیست نشود، یک تیره با اس و هم همچون از متن جمله فهمیده میشه که با کلام خود my friends name is مثال اکبر. خب یعنی my friends name is اکبر، یعنی من بعد کلمه ای که بعد همین اپوستریف نیسته میشه یعنی با این علاقمند میکنند، یعنی با این خوب علاقمند میکنند، یعنی تعلق با این میشود. my friend's name، نامی جورای ما، یعنی آقای همین کلمه نام با اسم یکم با اسم که در وای اپوستریف اسی دو وقتی پیوست میکنند. friend's name، جو نامی جورای ما، یعنی my friend's name نامی جورای ما اکبر میباشد. همچنین میسوش میتونه میسوش همچون مطابق شفوری فهمونم. میسوش I have a pen، my pen is green، من روچکه دارم، روچکه من سبز است. my friend has a pen، جورای من روچکه دارد. my friend's pen is red، روچکه جورای من یعنی همین روچکه میفهمونم که با آدمی که اپوستریف اس ایراد کردیم در پسیوهای my friend's pen is red، یعنی روچکه جورای من سرخ می باشد. خب همچنین مقصد این است که شما این در هر حالت که با خود یعنی همین معنا رو دارد، علاقمندی دیون کلمه یعنی با اون کلمه که اپوستریف اس پیوز کرده می شود. مثلا my mother's hobby، هوبی خیلی شغل دوست داشته، یعنی شغل دوست داشته مادری من. my brother's name، یعنی نامی برادری من. my مثال همچنان چند شرطه دیگر کلمه ها با سه اپوستریف اس نرسانده شده، یعنی معنی علاقمان کردن دیوم، یعنی با تعلق داشتن دیوم اشیاء دیوم کلمه رو با یکم بفهمونم. خب باور دارم که شما فهمیدید. خب این درس پنجم بود، درس ششم رو به روزهای نزدیک انتظار باشید. برای هر کلمه‌ای که با شما فهمانده توانسته باشم خیلی خوشحال هستم. اگر اون نفهمی و یا پیشنیاد و کمبودی هایی که باشد حتما در کامنت ها نویسید، تو امکان دست دادن جواب خواهیم داد.
Бошмогдам, Рахмановсен, Саламан Бушето, Дарси Дигар.